خبرهایی از تشدید جدال باندهای درونی رژیم. در بحبوحه تشدید جنگ گرگها در رأس نظام و در یک اقدام بی سابقه، گماشتی ولی فقیه ارتجا در تلویزیون رژیم مانع از پخش مستقیم مصاحبه آخوند روحانی با تلویزیون رژیم شد و با یک ساعت تأخیر آن را پخش کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، رئیس سازمان صدا و سیما مانع پخش زنده گفتگوی تلویزیونی حسن روحانی با مردم شد. ایرنا افسود این اتفاق در حالی رخ داد که همه عوامل این گفتگوی زنده تلویزیونی مشخص شده بود. زرقامی رئیس صدا و سیمای رژیم هیچ گونه توضیحی برای این کار نداد. آخوند حسن روحانی در مصاحبه شب گذشته خود به گوشه کوچکی از فساد و دزدی‌های نجومی در درون حکومت آخوندی اذعان کرد و گفت: ما به موارد بسیار تکان دهنده از فساد برخوردیم. فردی اعتباری از پول نفت دریافت کرده که دلیل آن را نمی‌دانیم. رقم این پول رقم بالای 8.5 یا نزدیک 9000 میلیارد تومان است. 8000 یا 9000 میلیارد تومان تقریباً درآمد یک ماه کل کشور است. یعنی کل کشور در یک ماه حدوداً 10000 میلیارد تومان به دست می‌آورد و کل بودجه عمرانی سالی که داره تمام میشه تقریباً همین مقدار است. رفسنجانی اعتراف کرد به جای کم کردن وابستگی به خارج نسبت به قبل از انقلاب سال 57 وابستگی بیشتر شده است. وی که با روزنامه جمهوری مصاحبه میکرد ضمن دفاع از دولت آخوند روحانی گفت: الان هم خودتان شاهد هستید که چه بهانه گیری هایی میشود به خاطر کاری که در مذاکرات اتفاق افتاد. دولتی نیست که الان آدم فکر کند که دستش باز است و هر کاری را که علاقه دارد میتواند به خوبی انجام دهد. در حال حاضر عمده ابزار حکومت در اختیار جناحی است که سبک دولت جدید را نمیپسندند، از جمله رویکردهای اقتصادی دولت را. در ادامه جنگ گرگ‌ها، پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم روز گذشته سه مصوبه دولت آخوند روحانی در زمینه‌های بیمه اجباری، وسایل نقلیه موتوری و کسر هزینه بدهی دستگاه‌های اجرایی را باطل اعلام کرد.